توجه میکنه. خب برای من مثلا این خیلی شاخص مهمیه، نگاه میکنم میبینم مثلا آیا آمار اعدام ها در زمان آقای اژه‌ای نسبت به قبل کاهش پیدا کرد یا نه. اگر کاهش پیدا کرد وقت من جوابم به شما مثبته، میگم که دور آقای اژه‌ای حتما خیلی دوره بهتری است. میگم بهتر نسبت به گذشته ها، نمیگم ایدئاله، نه. امیدوار میشم به اینکه این روند ادامه پیدا کنه و بازم بهتر بشه. ولی اصلا الان اتفاقی که افتاده اینه که حتی آمارش هم بیرون نمیدن. ببینید اصلا یکی از چیزهایی که برخلاف قانون، طبق قانون، قانون مصوب رسمی کشوره، کسی که اعدام میشه باید خبرش، عکسش اینا بیاد تو روزنامه، باید چارمون پیدا کنه. اینا حتی خبر اعدام هم نمیدن. قبلا توی سایت دادگستری هر استان میومد، یعنی روزنامه ها که خبر دیگه داده نشد جمع شد، سایت دادگستری استان میزد که مثلا این اعدام در روز گذشته انجام، اینم الان جمع شده. آمار زندان ها یه دوره سایت سازمان زندان ها هفتگی هم بروز میکرد، یعنی شما آمار زندانی ها رو داشتید، به تفکیک هم داشتید، به تفکیک استان، به تفکیک سن، به تفکیک جنس. خب آسیب شناس ها، محققین علوم اجتماعی بر اساس آمار تحلیل میکردند، کار این آمار رو حذف کرده. شما آمار ندارید، شما دست محققین رو بستید، اصلا کسی نمیذارید بفهمه چه اتفاقی داره میفته، ما چجور میتونم ارزیابی کنم. ولی بر اساس اخباری که داریم برای زندانی ها خبر